لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. امیدواریم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید. یکی خیبه، یکی هم شهادت. از عالم میشه دانای، خب غیب چی میشه؟ دنوان. شهادت چی میشه؟ آشکار. آشکار، درسته؟ و اونه من، اوبر؟ او متضاد. اینجا دو تا کلمه داریم که دو تا هر دو تا کلمه باید چیم؟ همیشه در مدیسی یکم رفت شدیم این روز گفتیم بعضی از جمعه ها مثلا بگیم که علی مداد را رو بگیم نیز برمتی از چند جز درست شده یا چند قسمت درست شده باری کرد اجزای جمعه یعنی با قسمت هایی که جمله رو برای ما کامل درست کنیم به نظر اولان در سلاس مفهول کلمه چیزی که کار روی اون انجام میشه میشه چی؟ خب علی مداد را روی میز بعدش چی؟ گذاشت گذاشت چی کار هست بسرم؟ آفرین فعل معنی جمله رو برای ما کامل کنه علی مداد را روی میز گذاشت تو همین جمله رو نمیشین نمودار دو تا جملتون رو بکشید الان ببینم که چیکار می‌کنه فارق الله دو تا جمله نمودارش می‌کشیدم کاملش کردی؟ آره ماشاءالله فارق الله یعنی که دو تا خط در یک نقطه همدیگر رو قطع کنه یا به هم برسن حالا حتما نمی‌خوام همدیگر رو قطع کنن نگاه کنید درجه که برسیم میشه زاویه به بعدش تا قبل از 180 میشه زاویه باز 180 زاویه نیم صفحه هست خب پس نقاله رو چجوری ساختن؟ نقاله رو اومدن وسیله 100% مالیات بر ارزش افزوده 100% قیمتمون و 109% در واقع قیمت بعد از مالیات بر ارزش افزوده است. این آداب مطالعه ما گفتیم که قصه خواندن و شنیدن فایده‌های زیادی داره اول اینکه ما از احوال گذشتگان چی بچه ها خبر داریم از احوال گذشتگان یعنی چه کاره این دوم اینکه یه چیز عجیب غریبی رو اگر بشنوید توی کتاب داستان یا قصه چه حالتی به این دست میده به قدرت خداوند بیشتر دیدتون بازتر میشه که میگه عجب این کارو واقعا خدا انجام داده چقدر جالب سوم وقتی ببینید که گذشتگانی که مثلا به یک جای بالای به مرتبه بالای رسیدن رنج و سختی کشیدن اینم میدونید که آقا هیچ کسی بدون زحمت و رنج به جایی نرسیده و این براش آرامش ایجاد میکنه چهارم میدونه که ملک و پول و ثروت بالاخره یه روزی نابود میشه زبان پیدا میکنه دل به مال دنیا نکنه یعنی از مادیاتی بهش وابسته نمیشه و میدونه که آقا مال و ملال هم به کسی وفا نمیکنه و پنجمیش هم عبرت بسیار و تجربه بیشمار وقتی کتاب میکنی مطمئن باشی چه دیگه رو پیدا میکنی مفید یعنی یه خاک معمولی هایی در نظر داشته باشی که بخوام توش این چیزی رو بکاری مواد غذایی بیشتری بخوام به این کار بیریم که برای رشد گیاه خوب باشه از کود استفاده بله آره آقا گیاه خاک از خاک اصلا آسیب میشه یا برای گیاه خاک نسبت به خاک معمولی خیلی در واقع مواد غذایی خیلی زیاد داره که برای رشد گیاه خیلی مفید برای همین هم از گفتیم که کسایی که مثلا باغبونا به کسایی که باغ دارن اینکه حرفه‌ای تنن خب در واقع این برگایی که تو پاییز میرزه نمیان جمع کنن تا بعضی از ماه آتیش بزنن یا بریزن سر داشت کنن دقیقا چاله میکنن این رو چاله میکنن و ازش گیاهخاک تولید میشه گیاهخاک بیشتر از همونجوری گفتیم تو جایی که جنگ درخت زیاد میشه گیاه زیاد میشه مثل جنگل مثل جایی که هر جایی که
درخت ها و گیاه بیشتر باشن قاعدتا گیاه ها که بیشتر هم بود ولی توی جنگل به این دلیل که یه محیطیه که باد نقل بهش وجود میکنه باد بارون هم که میاد این هم این باشه